ناگفته خودم و خب من 22 اردیبهشت سال 1328 در کرمانشاه متولد شدم و عرض کنم حضور شما چیزایی که برای جالب شیرینه بشنوید این است که خب تعریف کنم، پدرم 7 همسر داشت، 7 تا همسر گرفت و ما و ما 23 تا خواهر و برادر هستیم. اما چند تا؟ اینو بگم خدمت 8 9 تا بله 9 تا برادر هستیم و 13 تا خواهر هستن که تمامی اسامی اینا رو هم پدرم از شاهنامه در آورده. اسامی ما پسرام همینطور که عرض میکنم بهرام، بهمن، کیومرث، فریدون، جهانگیر، جهانبخش، جهانگرد، عرض کنم تمام اسامی و حتی خواهرانم خدا رحمت کنه دوتا از فوت شده هاشون ایران، توران، اینا اسامی چیز شاهنامه ای بود. ولی پدرم رئیس اشایر بود، ماشاءالله رئیس اشایر ایل جلیلوند بود که حالا یه دونه عکسشو من نشون میدم که با عده ای از اون چیزا دعوت شده بودن به کاخ مرمر در حضور شاه که ما جرات نکردم تو سایت خودم بذارم، اما الان به دوستان نشونش میدم. ببینم این کاخ شاه، راست میگین، کدامه؟ جامعه دریان کدامه؟ این نفر نفر اول، نفر اول پدرمه. ماشاءالله. این شاه این طرف وایساده، این اینا همه بچه کرمانشاهن، اونا همه از اشایر مشهور و سربلندای کرمانشاه هستن. بیجی کرسان، بیجی کرمانشاه، والله به خدا ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، هزار ماشاءالله. رئیس اشایر ایل جلیلوند بود. اون گروه دوم که ملازم می‌فرمایید مرحوم کهزاد خان نجفی از بزرگمردان ایل جلالوند بودن، عرض کنم ایل کلهور بوده، ایل قلخانی بوده، ایلهای بزرگ و نامآور کرمانشاه بودن. اینا پدر من در اون زمان 9000 نفر آماده جنگ داشت، به خاطر همینم هم دعوتشون میکردن دربارو و برادرام هم اینها هستن. ببینین 9 تا برادر. ماشاءالله. ببین عقب‌تر یکم بگیرین عقب‌تر. ماشاءالله. 9 برادران، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. هزار ماشاءالله. و اینم بگم خدمتون 9 تا برادر تمام ارتش رو تسخیر کردیم ما. نه بابا. برادر بزرگم، اولین دومین برادرم سرهنگ بهداری نیروهوایی بود، دومی بعدیش سرتیپ توپخانه بود، به صلاح بود، یعنی به رحمت خدا بازنشست شدن. نه بازنشست شدن در زمان جنگ بود، همه جانباز هست اکثرا. عرض کنم برادر بعد از من هم باز ایشون افسر هوا نیروزن، برادر بعدی هم خلبان هوا نیروزه. جام هیدریان خلبان تیز شده. بله بله بله، سعید هیدریان رفیقمه. بله باش شماست. اینها یکسشه، اینهاش. آره ببینم. آره 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 بابا چی پی این کیشه؟ این جدیده؟ بله اینا اصلا جدیده دیگه، پیرمرد شدن حالا. ماشاءالله چه سن. آخه عزیزم بابا شما نفر سومی یا چهارمین برادری؟ این منم، اینا ها عزیزم ماشاءالله. نمیگم شما سالارشونی، همتون سالارین. هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله. قربان تو برم. به حضور درس کنم که این ناگفته هاست دارید دیگه، بینه هیچ تو نگفت. میخوام به تلفونم امشب شو تو. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. بعد پدرم ازدواجش هم سیاسی بود، یعنی از هر قبیله یه زن میگرفت. ببین من از اونم ببینید، از مثلا خدا جلیلوند
خودش جلیلوند بود، مادر من جلالوند بود. عرض کنم یک همسر از سنقر داشت، یکی از کلیایی بود، عرض کنم یه خانمش هم کرمانشاهی بود و فارس بود. شما جلیلوند، این فامیلی مادر پدرم جلیلوند، مادرم جلالونده. خب من مادر خانم امینام جلیلوندن. خب جلیلوند، بله بله، داریم فامیل میشیم یواش یواش. آخر لایف فکر کنم ما فامیل میشیم. فعلا اینکه یکی دو تا چیز رو کردی یه سر زدی. حالا دارم برات داستان ها بگم. عرض کنم به حضور علی رضا جان، دو ساعت دیگه بعد این من پسر شهریه بودم، من پسر شهریه بودم و تخسر از همشون، تخس و چموش. ای چون دلم نفهمه. به حضور دست کنم، من در کرمانشاه اول کودکستان و دبستان سعدی بود، پایین تر از چراغ برق، بغل استانداری بود که اونجا کودکستان و دبستان سعدی بود. مدیرمون خانم محبی بود و یه خانم افشار معلمم بود، هنوز یادم اینا. بعد رفتیم دبستان رودکی و دبستان جامی و بعد یک سالم رفتم سنقر ترک شدم، اونجا ترکی هم یاد گرفتم. پیش برادران این اخویام همشون سنقر درس میخوندن، منم حواس کردم یه سال رفتم اونجا. بعد برگشتم دبیرستان کزازی کرمانشاه و اونجا مشغول درس شدم که خدمت درس کنم، خود دوران جوانی نوجوانی. و بعد تا به سنام تعطیلاتو بکوب میرفتم سرا و عشق شکار و عشق تفنگ و اسب و سوار میشدم و این عشق من بود دیگه. و همیشهم یه دونه کارت سنگری بزرگ مچ پام میبستم، این قطار فشنگم دور کمر و تفنگ پنجتیر باباره روشانه و میرفتم با اسبه سوار میشدیم این برابر. دوستی داشتم که این دوستم، یه کارگری داشتم که این دوست من بود، کارگری داشتیم این آقا سفر، که این شخص بسیار بزرگواری هستن الان. ایشون یکی از رستورانای بزرگ به قول تیمسار ابو طالبی دنکاوو در تاقبستان دارن و ماشاءالله. من ایشون دعوت کرده بودن موقع که من رفتم خدمتشون، دعوت کرده بودن، پذیرایی گرمی هم از من داشتن. من برای بچه هاش تعریف کردم، گفتم پدر شما دوست من بوده، با هم دوست بودیم، میرفتیم شکار فلان. گفت نه رولا درویشی، من کارگری آن بیم. عزیزم عزیزم، اینقدر ایشون بزرگوار هستن. حاج سفرخان الان از اون بزرگان در تاقوستان، رستوران بزرگ دارن. کدامشه؟ کوهستان نمیدونم چی کدامشه، بالای حیدریه، بالاتر از حیدری معروف اونجا. حالا خدمت در زفر. به هر حال در یکی از این سفرهای ما که رفتیم شکار، یه تعریف خاطره برات بگم. من عرض کردم چموش بودم ولی لات نبودم، سعی میکردم جاه و به سلام منزلت و اصالت داشته باشم. ولی یه روز اتفاقی افتاد، ما با همین جوان رو از کوه سرازیر شدیم، اومدیم برگردیم بیایم توی ده، دیدم جلو در خونمون یه اتوبوس وایساده و شلوغ و جمعیت جمع شده. من از اون بالا که سرش اومدم پایین، من دیدم خواهرم بودو اومد، تفنگ از من گرفت، تفنگ از دستم گرفت. من گفتم چیه، چی شده؟ گفت هیچی نگو، فریدون دعواش شده با این شاگرد راننده، تفنگ به من بده. گفتم خب چه تفنگ؟ هیچی، تفنگ از من گرفت. و من رسیدم جلو، تو نگو این ماشین اتوبوس یک عروس داشته میبرده سمت کندوله و عروس توی ماشین بوده، اونجا پنچر میکنه جلو روستا و وامیسته پنچری بگیره، یه کارگر ما داشتیم میره سر میکشه تو ماشین نگاه میکنه. آها. کمک راننده عصبانی میشه و بهش پرخاش میکنه، بعد از اون بر میره دوباره از اون طرف ماشین میره سر میشه، میاد یخشو میره پردش میره، میگه من تو این آبادی مگه بزرگ نداره فلان فلان به بزرگی آبادی. فریدون داداش من اون طرفتر وایستاده، برمیگرده میگه من
مرد حسابی، تو داری با یه کارگر صحبت کنی به بزرگ آبادی چی کار داری؟ پدر من بزرگ آبادیه. میگه تو هم خفه شو، گلاویز میشه با فریدون. همین لحظه من رسیدم اونجا پای، رسیدم پای ماشین، دیدم یه تالیور بلند کرده تو فرق سر فریدون بزنه. همون لحظه که این تالیور بلند کرد، من شونه این بنده خدا رو گرفتم، دستم رفت پایین، کارتر کشیدم آقا از این پس گردن تا پایین کمرش رو چاک دادم پایین. یا امامشم یا چشمت روز بعد نبینه، چشمت روز بعد نبینه. ما دیدیم در یه آن یه دفعه این افتاد، خون زمین و زمان و ماشین عروس و بعد هیچی سر ته شد و ماشین و جنازه رو برشون بردن و رفتن و خدا رحم کرد این سالم شد و برگشت. و جالب این بود که دکتر برمیگرده بهش میگه که این شخصی که زده به این خیلی حرفه‌ای بوده، چون اگر یه ذره اون طرف تا زده بود این چی فلان پاره میشد، این مرگش حتمی بود و این شخص حرفه‌ای بوده. آقا این اسم موند گردن من دیگه، یعنی دیگه بودم فلانی حرفه‌ایه، فکر میکردن من واقعا تو عمر تو همش تو عمرم چاقوکش بودم و فلانی صحبت. موند گردن من این اسم. و اینم بگم این شخص بزرگوار که زخمی شد توسط من، شخص بسیار با شخصیت آقا و الان از فامیلای خودمون است، توجه فرمودی از بستگان خود ما هستش و ارادت داریم خدمتشون، ولی اون اتفاق افتاد و ما توی اون منطقه اسم و رسم اینجوری شد. و دیگه بابای من حتی نذاشت من، پدره نذاشت من حتی پام به چیز برسه. من چند روز طول کشیدیم همه سرطه قضیه رو هم آورد و رضایت از اونا گرفت و سرطه قضیه هم اومد و تمام شد. رئیس پاسگان بهت بگم کی بود، عموی همین عزیز خودمون داریوش یزدانفر بود. نه رئیس پاسگان عموی داریوش. شما پسرخاله این؟ نه شما نه، پسرخاله جام قادریه جام یزدانفر. اونا با اونا فامیله، درسته. حالا خلاصه اینطوری ایشون هم به هر حال ما از اونجا قصر در رفتیم، اما دیگه روی من مونده بود این قضیه. حتی برای تعریف کنم، یه روز دیگه من با دوچرخه داشتم رد می شدم از یه چیز، اومدم جلو یک، دیدم یه کمباینی داره درو میکنه سمت زمینای ماست، ولی نمیدونستم دقیقا کجاست. کمباین داشت کار میکرد و این مردم همون زیر نشسته بودن نهار میخوردن، این پرس درست کرده بودن، پرسای کلش گذاشتن روش، سایبون درست کرده بودن، نشسته بودن. من با دو شخص رسیدم اون نزدیکا، دیدم دو تا از پشت این کلش ها بلند شدن سر پا، صاف اومدن طرف من. دو تا آدم کلاشاوگاه، آدم های ظاهرن با شخصیت، اصلا بهشون نمی اومدم چی چیزی. من شاخ در آوردم، یه دفعه دیدم جلو منو گرفتن. گفتم بله. گفت این دو چرخه رو بدم سوار شیم. دیدم دو تا آدم گنده، دو تا مرد میان سال. گفتم که بدم شما سوار شیم، کار تا اینجا میخوام به این چه. گفت نه، خواهم یه خورده تفریح بکنیم. گفتم جلو منو گرفتین، دو چرخه منو بگیم بگیم تفریح بکنیم. گفتم اشتباه میکنین عزیز. گفت نه، اگر ندی یک کتک دم میزنی. آقا ما باز دستم رفت پایین و کارتر کشیدم. آقا این دفعه کجا شروع کردی؟ گوش کن، کار دیگه در آوردم، دیدم این دوتا بودور دویدن. گفت آی دریان پاش آرام میکشت مونین. یه دفعه دیدم پدرم پاشو سر پا. پدرم نشسته بود پیشون. تو نگو اینا صحبت کنیم. گفتم آه فلانی داره میاد. اینه گفته بذاری امتحانش بکنیم ببینیم هنوز این ببینیم این جلبوزه داره یا دوچرخه ازش میگیریم. یعنی پدرتان در واقع مسبب این امتحان. آره اینا خودش. بعد دیدم که خب پدرم بعدش نمی اومد از این داستان ها که ما
یه بچه چموشی داره اینطوری. خلاصه خدا رحمت کنه اموات شما رو. این پدر به این صورت بهت بگم خیلی ما در کنارش واقعا ابهتی داشت، ما هرگز پامونم جلوش دراز نکردیم هیچ کدوم از ما. ما بایستی اینجا میشستیم چهار دست پا میشونیم، دستان من به صلاح روی پا روی زانو جلو پدرمون، و انقدر ابهت همزمان میشست دو تا سه تا از زنها، یکی شونش رو میمالید، یکی پاش رو میمالید، یکی توجه کردید. من رابطه خوبی هم داشتین شما برادر خواهرا دیگه، درست تنین نبودید ولی رابطه خوب. هنوز هم علی رضا خدا شاهد، ما برادرم فریدون مثلا چند ماه از من کوچیک‌تره، ولی کن آنچنان احترام و رعایت میکنیم هممون. خب ببینم کدیورا از کدومان؟ این برادر بزرگمه که عرض کردم به اصطلاح اون کرمانشاهی بودن، از طرف من هستن. آها، از طرف خودتان هم؟ خب نه، من اینجا میخواستم یه معذرت خواهی کنم. من تو این لایو هم اومدم میگم که من همکلاسی برادرزاده‌های شما بودم تو مدرسه. دیدم گفتی همایون هیدریان. گفتم همایون هیدریان، باید گفتم تیمسا کرمرس هیدریان. گفتم همایون شما هم که به هر حال از اون بابت ببخشید دیگه، عذرخواهی میکنم، خواستم معذرت خواهی کنم بابت. بفهمید. خلاصه بزرگوار دیگه اون برگشتیم، خلاصه اومدیم درس ها رو ادامه دادیم، دبیرستان کزازی و تمام شد، اومدیم یه مرتبه گفتن که نیرو هوایی و نیرو دریایی و همین ها دارن استخدام میکنن. اون موقع هم انقدر فرصت شغلی واقعا فراوان بود علی رضا، من همزمان سه جان ثبت نام کردم ماشاءالله، نیرو هوایی نیرو دریایی، نه من تو دو جا قبول شدم، هم دریایی هم هوایی. ماشاءالله. بعدی چند تا از دوستان اومدی گفتیم خب آقا چیکار کنیم، یک بچه نیرو هوایی بهتره بریم نیرو هوایی، دریایی نمیدونم از اسارت داره تو دریا و چند ما باید بری فلان، صحبتای شد. خلاصه ما اومدیم نیرو هوایی استخدام شدیم، نیرو هوایی اومدیم و برای ما یک شغلی تعیین شد، تیم کنترل رزمی. این تیم کنترل رزمی اون زمان خیلی جایگاه خاصی داشت. این تیم کنترل رزمی در واقع یک برج مراقبت در جبهه جنگ بود. یک دوره چتربازی داشت، دوره رانندگی، دوره اپراتوری و دوره مخابرات ما میدیدیم. دوره‌های تیم کنترل رزمی که تمام شد، ما اومدیم یه دفعه درگیری های ایران شروع شد، ولی انقدر مرتب مملکت آرام بود که هیچ کس نمی فهمید که ما تو دو جبهه در جنگ بودیم، هم در جبهه از این طرف عراق تمام ایرانی ها رو کلن اخراج کرد از عراق، و یک مرتبه چند میلیون نفر از بدبخت بیچاره در مرزهای غربی ما چادر زده بودن کنار مرز، حالا اینا رو تک تک دونه دونه خانواده خانواده اینا رو پذیرش میکردن، میآوردن اینور جا و مکان بده، مسئله بده. یک موزل بزرگی بود. به خاطر همین هم موقع شاه هم غضبناک شد از اینو، آقای ملا مصطفی بارزانی رو باش همدست شد، از این طرف شروع کردیم ما وارد جنگ شدیم از طریق کردای بارزانی. ما به صورت چریک وارد شدیم در عراق و عرض کنم یه جبهه هم در ظفار داشتیم، اونجا هم روسیه داشت به اصطلاح ایده رو بر علیه سلطان قابوس چیز میکرد و ما از سلطان قابوس دفاع میکردیم بر علیه اون گروهی که از طرف روسیه حمایت میشد. بعد در کردستان عراق من چون خودم کرد بودم، لباس کردی و مخصوص و دیگه ما کاملا هیچ نوع سند ایرانیتی نداشتیم، همراهمون کاملا محرمانه و چیز به صورت عراقی با لباس اونجا می رفتیم. این عکس منه در اون جبهه. خودتونه این شمایی؟ بله بله. هزار ماشاءالله، هزار چه تیپی، هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله.
این قطع این دوشگاه این چیه رو دوشتون؟ این سیمینوفه. بله سیمینوفه. در خدمت درس کنم در اونجا خب گروهی داشتیم به این صورت، چند تاشون اینجا هست، من رئیس عملیات اون منطقه بودم. بالا. آها کدومی شما؟ این من هستم. ماشاءالله از همه هم ماشاءالله باباتر. ای والله. این چه سالی بود گفتین؟ این سال 52 بود. 52. بله. در اونجا ما درگیر و حالا من همزمان شرکت کرده بودم برای خلبانی. میخواستم خلبان بشم چون مستقیم با الان توی لایو هستن. من با ماموریت با این امیر بزرگوار رضا لبیبی، امیر براتپور، اینا تو اون موقعیت هم با هم ماموریت رفتن باشون. در کنار هم بله قبل از خلبانیم به اون همون عنوان چیز که بعدها تبدیل شد به VRCC اگر دیده باشید. اون چیزاش حذف شد، چتبازی و ایناش حذف شد، الان به نام VRCC در نیرو هوایی هستن، خدمت میکنن و ما همراه این تیم این عزیزان الان در لایو هستش. این عزیز و بزرگوار با امیر رضا لبیبی، امیر براتپور، عرض کنم خیلی عالینا که الان حضور این عکسایی که هستین، این عکسا جان براتپور هم توشه؟ نه این عکسایی که خودمون چریک بودیم اونجا. آره. من موقع چریک بودم از اونجا هدایت میکردم اینا رو برای بمباران و برای زدن دشمن. ما مرز الان به عنوان FAC دیگه شناخته میشه. FAC جنگی بودم من، یعنی در منطقه جنگ. بله که میرید اونجا دیدبانی در واقع موقعیت میرید اینا بیان اونجا رو بزن، حالا آتیش روشن میکنید، مستقیم هدایت میکردیم. بله در از قسمت پادگان ایرانشهر، پیرانشهر و خانه که معروف بود اسمش، وارد میشدیم عرض کنم اون قسمت عراق بودش، منطقه چومان، گلاله چوم. بله گلاله قصر، اون تو اون شهرهایی که ما بودیم از حاج عمران وارد می شدیم. بله. شهر اول حاج عمران بود، بعد می رفتیم چومان، بعد قصر، بعد گلاله، عرض کنم اون طرف. این تو اون منطقه کردستان همراه با همین آقای بارزانی اون موقع که الان هستن به اصطلاح طالبانی، اون موقع جوان بودن، به همراه با پسر مولا مصطفی می اومدن پیش ما، ادریس بارزانی، می اومدن اونجا پیش ما. تا یه مدتی هم ما در راحت و آرامش می جنگیدیم همراه با اینا، که یک بارم محاصره شدیم نزدیک یک ماه خورده ای، آذوقه به ما نرسید، ما مجبور می شدیم از همین کردا برامون توت می آوردن و با حیوان می آوردن، این توتا رو تقسیم می کردن. ما یه مدتی به این صورت امرار معاش میکردیم اونجا، ولی در این حال نوارهای کوچکی، نوارهای تلتای بود، مثل همین نوارهایی که الان مال آبربانکا میبینید ورقای کاغذش روی داره. اون من روی اون ورقها علی رضا درسهای چیزو یادداشت کرده بودم، تو سنگر اونجا درسام اونجا میخوندم ماشاءالله، آماده بیام برای امتحان. و موقع اومدم امتحان دادم یک مرتبه خبردار شدیم که شاه با صدام آشتی کرد. شاه با صدام آشتی کرد و به ما گفتن برگردین. همون بدشانسی من اون شب یه ماشین جیپ که داشتیم، این ماشین پمپش داخل باکش بود، پمپ سوخت، روشن نمیشد دیگه. من مجبور شدم اونجا آنتنی که روی ماشین بود لخت کردم، پوستش در آوردم، به جای شیلنگ استفاده کردم، اینو از این تیکه کمربندم به عنوان صافی بس کردم سر اینو، گذاشتم داخل یه باک، بستم روی آنتن و ماشین و بالا سرش گذاشتیم تو کاربراتور و ماشین و ماشین روشن کردیم و گفتم بچه ها الان اگر کردا بفهمن ما داریم میریم اینجا ما رو میکشن، اینا بایستی سریع خالی کنیم بریم.
چون به هر حال شاه آشتی کرده بود با اون و ما باید تخلیه میکردیم. با یک طرز وحشتناکی از اونجا ما خالی کردیم، اومدیم برگشتیم. حالا اینو میخوام بهت بگم، ما اومده بودیم با اینقدر ریش و با اون تو چه حالت، ولی اصلا هیچ کس نمیدونست ما کجا بودیم، چه کار کردیم، برای چی رفتیم، هیچ کس خبر نداشت. ما برگشتیم ایران و عرض کنم رفتم برای اومدم ستاد نیرو، دیدم که گفتن آقا شما یک ماه اضافه سن داری، ای دیگه وای. نمیتونی، یک ماه اضافه سن داری. مثلا مثل این جبهه‌ای رفتی و مثلا رزمنده آقا من ماموریت بودم، این برگه ماموریتم، من خارج بودم، فلانجا بودم، من کسی میفهمه، کسی حالش نبود. خدا رحمت کنه برادر این مشایخی هنرپیشه، برادرشون تیمسار نیرو هوایی بودن، هاشم پور مشایخی، مشایخی. جمشید مشایخی اخویشون از عمرای نیرو هوایی بودن، تیمسار بود، در قسمت پرسنلی بودن ایشون. من رفتم دفتر ایشون، حالا میخواستم به آره 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 اس عکسشو دیدم، مشایخ، آره بله مشایخ، آره آره مشایخ. بله خدمت عرض کنم یه آجدان داشت، را نمیداد من برم تو که برم بگم آقا من خارج از کشور بودم، من ماموریت بودم، من خلبانی قبول شدم، میخوام برم. یک ماه الان میگن یک ماه اضافه سن داری، نذاشت برم تو. دو روز اون آجدان منو معطل کرد پشت اون در. یه روز آجدانه اومد رفت بیرون بره سمت دستشویی، من بدون رفتم تو، رفتم تو، این متوجه شد که من دارم میرم، بدو برگشت از پشت یخه منو بگیره که من دیگه در باز کردم رفتم تو، احترام گذاشتم، گفتم تیم سار من عرض دارم و تا حرفمو نزنم نمیرم بیرون از این در. گفت چیه؟ گفتم که من اینجوری ماموریت بودم، فلانجا بودم، اینم برگه ماموریتمه، الان بعد از 3 ماه من برگشتم میگن یک ماه اضافه سن داری، خلبان نمیتونی بشی. یه خود نگاه کرد و گفت خب حتما زبانت خوبه دیگه، فنی هستی. گفتم بله من زبان تموم کردم. اومد گفت خب پس زبانت خوبه، یه امتحان برات میذارم، یه بیگ تست، بیگ تست میدی، اگر قبول شدی خب جبران چیزی میکنی، چون زبان جلو هستی از بقیه جلو میفتی، جبران سن میکنی. همون لحظه وایساد، گفت بگه نامه بگیر همین الان برو. نامه گرفتم، سریع رفتم مرکز آموزش ها، رسیدم اونجا، گفتن نیم ساعت دیگه امتحانه. وقتی وارد سالن شدم دیدم خدای من 20-25 تا آمریکایی نشستن، خانم ها و آقایون اونجا نشستن آمریکایی، 3-4 تا ایرانی. گفت چیه؟ گفت باید وایسی با اینا امتحان بدی. گفتم امتحان اینا چی؟ گفت اینا اومدن معلم بشن. گفتم آقا اینا میخوان معلم بشن، آمریکایی ان، من اومدم بیکتس بشم. خلاصه هیچ چی، گفتم خدایا هوای من داشته باش، دستم به دامنت. آقا رفتیم سر جلسه و گذاشتن امتحان، دیدی که خودم یادته که 50 تا تیپ بود، 50 تا نشستیم تو این لابراتوار، یه بار میخوند جواب داده بودی، دادی ندادی رد میشدی میرم بعدی. عرض کنم خلاصه هیچی، امتحان دادیم و دست به دامن خدا اومدم بیرون، نشستم دید نیم ساعت طول نکشیدم ورقا رو، اومدم بیرون زدن جام، دیدم 92 شده. ماشاءالله، خدا رو شکر، خدا رو شکر، فریدم 92 بیکتس شده. ماشاءالله آقا بودو فریدم. خلاصه حالا وسیلم گیدم نمی اومد، دیدم یه دژبان موتوری داره میره، گرفتم جلوشو، گفتم ببین جریان من اینه، الان باید برسم به تیمسار مشایخی. ما چش کردم، گفتم منو برسون. این دژبان با موتورش گازش گرفت، اون لای چیزا سریع رسون من جلو ساختمان 5 طبقه پرسنلی، رفتم بالا، یه احترام گذاشتم، گذاشتم رو میز. آفرین آفرین، قبول شدی، باریکلا، جبران کردی، برو حالا. آقا ما تو چند روز بعد معرفی شدیم، رفتیم دانشکده و حالا رفتیم دانشکده، نگام خدای من، سال 4 سال 5 دانشجو اونجا داشتیم،
رفتیم اون تو، خلاصه دیدیم اینا هم فکر میکردن ما از این بی ام تی های سسول چیز هستیم، تازه اومدیم و میخواستن نسق بگیرن از ما. اینا میخواستن از ما نسق بگیرن. خلاصه گفتم ببین چاوره که نبرده بودی، گفتم ببین داداش نوکرتم، سر به سر من نذاری، من بدبختی هامو کشیدم، الان اومدم خلبانی که آرامش داشته باشم، سر به سر من نذاریم فلان. جر رو بس میکردیم، یه لحظه سروان مرندی رسید، یادته که میشناختی؟ یاده، مرندی بود، سرنگ تاجبر بود. خلاصه آقا ما رو کشتن، تو گفت چی یارو اومد گفت این پر روه با سال چهار درگیر شده. آقا ما رو کشتن تو دفتر رو گفت چی شده، گفتم قربونت برم، من اعصاب ندم، من از جبهه اومدم، من از جنگ. گفت جنگ ما جبهه نداریم، چی جبهه بودی؟ گفتم چرا، من فلانجا بودم. گفت اونجا بودی؟ دیدم این بنده خدا شده. گفت فلانی رو میشناسی؟ گفتم بله، رئیس منطقه چیز بود، در حاج عمران بودن، ایشو میشناسم. گفت آفرین آفرین. در آوردم این دو تا عکس رو بهش نشون دادم. گفت باری کلا بابا یه چریک جنگی اومده، دانشجو خلبان فلان، بیم به دردم رو میخوره. آقا ما طولی نگشوشیم سرگروهان دانشگاه. خلاصه این شد سرگروهان. اینه که دارم میگم الان عزیزان هم دوره هم هستن ها پیشتون، امیر چیت فروش، مجید چوانی، خودتون، از کنم منش شیراغایی، این بچه‌ای که هم دارای من بودن اونجا هستن، چیت فروش، امیر چیت فروش و جناب مجید چعبانی، بچه‌های افنجی، اینا همشون دانشکده هم دوره من بودن اونجا. خلاصه سرگان یه مدتی گذشت و من مخالف سرسخت مخصوصا میگشتم ببینم کسی سیگار میگار نکشه، به شدت بدم می اومد کسی ببینم سیگار میکشه. به خاطر همین دو سه تا از این نگهبانان رو مأمور کرده بودم که مواظب باشین که هر کی سیگار کشید به من بگید. آقا یه روز اتفاق عجیبی افتاد، ما دیدیم اومد بدو بیخو گوش من، گفت یه نفر تو دستشویی نشسته داره تون تون کبریت میکشه میندازه تو توالت. علی رضا باورت میشه من چی کشف کردم اونجا؟ یواش آرام رفتیم تو، یه نفر از بالا فرستادم پرید اومد در رو باز کرد، آوردمش بیرون، دیدم داره هروئین میکشه. دانشجوی خلبانی هروئین داشت میکشه. آقا گشتم توی لباس تا اون یه مایو شنام تنش بود، مایوشم در نیم دو تا بستم تو مایوش گذاشته بود، قایم کرده تو مایوش. خلاصه من حالا دیگه تجربه ای چیز، من شاخ در میان، اصلا امکان نداره خلبان چطوری آن معاینه قبول شده، چطوری آزمایش قبول شده. فهمیدم این یک کاسه زیر نیم کاسهش هست و این یک داستانی داره. فوری زنگ زدم موقع به ضد اطلاعات، به دژبانی، به اطلاعاتم، و سریع اومدن ریختن اونجا و بازجویی و بازپرسی و تمام وسایل های دیگه هم گشتن، اون چیزهای دیگه هم پیدا کردن توی کمدشو. آقا ایشون رفت دستگیر شد مستقیم زندان و متعاقب این قضیه چند نفر دیگه دستگیر شدن که پذیرش داده بودن اومدن استخدام شده. دیگه کار ندارم کیا بودن در کدام شعبه و کدام چیز، به من مربوط نیست، ولی سه چهار نفر دیگه هم دستگیر شدن در رابطه با استخدام این دانشجو که دست به یکی عده‌ای این کار کرده بوده. این گذشت، ما هم دیگه حالا انگار شاخ و قول شکسته بودیم، یه گردن رو میگرفتیم با جلو فرمانده، آره ما چیزی همچی چیزی کشف کردیم. اینی که آقا یه شب یکی از بچه‌هایی که رفته بود پرواز، دوره پروازی بود، از پرواز بونانزا برگشت، اومد توی چیز برگشت گفت کیومرز بیا اینجا چیزی بهت بگم. گفتم چیه؟ گفت میدونی اینه که اخراجش کردی کی بود؟ گفتم کی؟ گفت همین دانشجوه که هروئین میکشید. گفتم گفت این برادر زن رئیس عملیات چیزه، قلمرغیه.
جمعی یا حضرت عباس جدی میدید به خدا؟ شما رو که پروازات رو آقا منم میگی حالا همه چیز رو واشهدی زدم سری من تازه سردوشی گرفتم میخواستم برم برای پرواز دیگه اینجوری بهت بگم آقا حالا یه دفعه وحشت گفتم نه نه خیلی ببین اونجا یه ماه اضافه سن داشتم به اون بدبختی درست شد اینجا دیگه مگه میذاره من خلبا میشم دیگه تمام کارم تمومه گفتم کارم تمومه آقا گذشت و ریاش و خلاصه معرفی شدیم رفتیم پرواز و یک آقایی به اسم آقای غلامی معلم من شد و پروازم شروع کردم بنانزا من 9 ساعته سلو شدم ایداد بیداد یکی زنگ زد صداتون قطع شد تیمسار یکی زنگ زد من اینو ردش کردم زنگ خورد تلفنتان یک لحظه ببخش علیرضا من اینو ردش کنم تلفنش هم زنگ میخوره درسته تلفن سلام سلام من میگم که شما باید فکر کنم چند جلسه مثل آقای نمکی باید برای خاطرات شما بذاریم آره آره بفهمید آه خوب شد بله بفهمید خب خلاصه بزرگوار ما رفتیم دانشکده قلعه مرغی برای پرواز رفتیم اونجا و حالا تمام و ترس و وحشت هم این بود که این تو عملیات دوربر عملیات درم از عملیات کسی من نبینه دعا میکردم اینا نفهمن من اصلا اومدم اینجا تا اینه که یواش یواش ما 9 راید پرواز کردم و استادم گفت شما کلیر هستی برید سولو پرواز مستقل باید بری پرواز گفتم خب خیلی ممنون رو به چجور حالا چکار کنم گفت قانون بر این است که یه استادی تو رو چک میکنه این استاد که تو رو چک کرد بعد میاد برات اینجا فرم می‌نویسه درخواست می‌نویسن و هاپما بهت میدن حالا خود تنها میری چک میکنی و هاپما رو چک میکنی میری پرواز گفتم آره دیدم بقیه‌اش رو دیدم همینجوری بودن بچهای دیگه اونایی که می‌رفتیم آب می‌ریختیم سرشون خیسشون می‌کردیم دیده بودم این قانونشو خلاصه ما اومدیم دیدم دیسپچ کال کرد دانشجو هیدریان الو سر بفهمید شما ادامه بدین سر قطع و بست شدین گفت شما برین اتاق رئیس عملیات خودش میخواد شما رو چک کنه آقا من میگه تمام بدنم خیس عرق شد گفتم ای داد بیداد دیدی تمام شد گرفتار شدم بیچاره شدم رفت فکر آقا با یه ترس و لرز و وحشت رفتیم احترام گذاشتیم گفت بفرمو بشین و نشستیم چکار رو بریفا رو کرد و رفتیم پای هواپیما اونجام با یه ترس و لرز یه چکار انجام دادم سوار شدیم هواپیما روشن کردیم و رفتیم و ایریا خود دیگه میدونی بقیه ماجرا رو رفتیم منطقه و از اونجا داشتم برمیگشتم یه دفعه موتور گرفت گفت خب موتور نداری چیکار میکنی نگاه کردم اون پایین یه مزرعه بود اون موقع سمت چیز یادت کشتارگاه اون پشتش کشتارگاه آره اونجا مزرعه بود یه مزرعه گیره بودم میرم تو اون مزرعه میشینم اونجا صاف گرفتم سمت مزرعه ارتفاع کم کردم حالا اونجا رسیدم دیگه مینیمم برو بست و خیلی خوب برو بالا رفتیم بالا دوستو مانورا رو داشتم انجام میدادم علی رضایی هم دولاش شد صندلی دست کرد اون زیر صندلی اگه یادت باشه زیر صندلی چیز یه شیر بود اون شیر آفرینش این دست این من میدادیم آره دست که برد اون زیر من گفتم نخیر این کاری الان داره میکنه بدبخت شدم خب گفتم بدبخت شدم داره یه کاری میکنه این خلاصه دوباره هیچی مانورا رو انجام دادیم گفت خب بریم تاچنگو اومدیم دو تا تاچنگو کردم تو سومی اومدم گفت فول استاپ کن
همینجا رسیدم جلو کاروان که رسیدم گفت ترمز، همینجا نگه داشت خودشو جلو در کاروان، در رو باز کرد و رفت پایین، رفت پایین از لای دره رو چیز کرد گفت کلیه رسی برو پرواز. وای رفتی سلو. من منتظرم گردان دیبریف بکنیم توجیه بکنه بعد یه هواپیمای دیگه به من بدن. عرض کنم روال کار این بود دیگه قانون رایتشان البته این نبود سر ببخشید درسته، ولی این دیبریفینگ رو هم میگفت همونجا میرمدن پیاده میشدن، برای ما هم همینجوری بود، پیاده شد رفت تو کاروان گفت برو پرواز خودت، یه رایت باش رفتم پیریت سولو بعد خود سولو رو رفتیم. بعد راید چند بودی صرف؟ راید چند بودین؟ راید نه بودم میگم، راید نهم. ماشاءالله ماشاءالله، معمولا 12 رایده بود. ماشاءالله ماشاءالله، راید نهم سولو شدم. خلاصه هیچی، ایشون همونجا جلو کاروان شده شد. ای وای قطع وصل میشه. شماره جدید میدادن، هواپیمای جدید میرفتن چک میکردن میرفتن پرواز. من به همون خیال بوده میرفه ایشون پیاده شد و گفت برو سلو. دوباره ما یه 180 زدم و اومدم سر باند و موتور رو بستم و تیک آف کردم رو آسمون. حالا همش منتظرم نکنه منفجر شه هواپیما، نکنه الان یه بلای موتور میره، الان یه کاری به سرم میاد. دوستی دور اومد رفتم به تو ایریا و برگشتم اومدم تاچنگو هم کردم دیدم نه هیچ خبری نشد. دیگه تاچنگو دوم زدم زیر آواز میخوندم برای خودم، اونجا آواز میخوندم و خوشحالی که اتفاقی نیفتاده. داری صدامو دیگه ها؟ بله داریم، منتها خب یه کمی قطع من کامنتارم روشن کردم مردم ببینن، بعد یه مقداری هم شطرنج یه کوچولو البته فکر کنم یه ذره ردش بهتر بشه. آره خلاصه اینجا ما کلیه شدیم و اومدم نشستم برگشتم رفتم جلو دفترشون، هواپیما رو پارک کردم و خاموش کردم رفتم جلو دفترش. بسیار متین، بسیار زیبا، بسیار جنتلمن دیبریف رو کرد گفت اینجا خوب بود، اینجا خوب بود، رفتی اینجا انجام دادی، آفر، اینجا خوب بود، اینجا خوب بود، اینجا موتور گرفتم، تصمیم خوب بود، رفتی اونجا، میخواستی اونجا بشینی فلان. اینجا تموم شد و خلاصه به محض اینی که فرمت نوشت داد دست من گفت بفرمایید شما موفق باشی. من که بخواستم برم زد رو شونم برگشت و صورتم رو ماچ کرد. ای جانم ای جانم، فهمید اون جریانو؟ ای جانم صورتم ماچ کرد که من اونجا به عظمت روح بزرگ این شخص پی بردم. ای جانم توجه کردی که دیگه من اسمشو هیچ جا نیاوردم نکردم، ولی به عظمت روح بزرگ این شخص اونجا پی بردم که چقدر بزرگوار با من برخورد کردن، کوچکترین چیزی نداشت اصلا و ابدا. که البته بعدن فهمیدم که بسیارم خوشنود بود از این قضیه که من انجام دادم، گفت خیانت بوده کسی با این شرایط، من میدونستم با این شرایط اینو فرستادن خلبان بشه و این خیانت بود و این خیانتی میشد گفته بود پیش استاد دیگه اون برای من تعریف کرد. کی از معتاد خوشش میاد که اون خوشش بیاد مثلا؟ این ماجرا به این صورت و خلاصه اومدیم. بعد ما دوباره آماده و چند وقت بعدش اعزام شدیم آمریکا. آمریکا رفتیم و دیگه وارد لکلند شدیم و لکلند هم با همین جوانی که الان صحبت میکرد خدا رحمت کنه رضا اصلانی، اینا هم دوره ما بود اونجا توی تاهاندو هم با هم بودیم، از به اصطلاح تو شهر سان آنتونیو که چیز بود میرفتیم کلاس های زبان که تمام میشد، بعد شهر هاندو بود که اون رفتیم T41 پرواز کردیم. از اونجا این جوانم همراه ما بود رضا اصلانی و عرض کنم چند تا از بچه های دیگه، پرواز اونجا تمام شد. بعد رفتیم پایگاه شپارد مرز اوکلاهوما در شمال تگزاس، مرز اوکلاهوما
در پایگاه شپارد بودیم. اینجا هم برات جالب علیرضا باز یک تیکه زیبا برات دارم تعریف کنم که اون تعداد شاگردانی که توی اون کلاس بودیم، اونجا من شاگرد اول شدم و کافو که گرفتم این ماشاءالله. اون کیه جناب؟ این وسطی شمایی؟ بله، حالا اسمشو بهت میگم، فراموش کردم اسمشو، حالا میگم خدمتون. جالب اینه ببینی این عکس و همکلاسی های من علی رضا، از تمام این همکلاسی ها دو نفر شکاری شدیم، یکی این مهدی ضمیری، یکی من هستم اینجا. این من. ماشاءالله ماشاءالله. بقیه رفتن ترابری؟ همه ترابری رفتن. که حالا اینا ترابری، چیزی که جالبه بدونید، یکی این جوان به رحمت شهید شد، این خوشتینت و این کاظم خطیبی با 330 شهید شدن. توجه فرمودی؟ بله بله. میخوام اینو بگم برات، از تمام این کلاس یک نفر، این ضمیری هم که عرض کردم خدمتون، ایشون هم اول انقلاب با اون دوست دختر آمریکاییش ازدواج کرد، بعدش بلا فاصله جنگ شروع شد، ایشون هم استعفا داد رفت آمریکا. من تنها نفر شکاری و تنها نفر تا آخرین روز جنگ جنگیدم. ای جان دلم، ای جان دلم، ماشاءالله به غیرتت. از همه این کلاس یک نفر، فقط یک نفر، اینو من با افتخار دارم میگم، یک نفر که اومد سیدریان بود توی اون کلاس که شکاری رفتم. شکاری هم به شانس ما خوردیم، به انقلاب خوردیم، به جنگ. و خودت میدونی کابین عقب افور 6-7 ماه بیشتر طول نمیکشه، ولی ما به خاطر این مخمسه و گرفتاری و کمبود امکانات و نبودن کلاس و نبودن فلان، من نزدیک 4 سال کابین عقب پرواز کردم. خب اول خدمتم، ببین اول خدمتم به قول بچه ها به کشور بوشهر منتقل شده بودم. در کشور بوشهر با این بزرگوارایی که عرض کردم خدمتون معرفی کردم، در اون پایگاه من دیگه کابین عقب دیگه شده بودیم پیر کابین عقب دیگه، اونجا مسلم 4 سال. توجه فرمودید؟ من 4 سال جنگ و کابین عقب پرواز کردم، 4 سال شما هم کابین جلو. توجه فرمودید؟ اینی که من عرض میکنم خدمتت، شرایط ما در اون موقعیت و وضعیت بود. در حالا که در آمریکا ما با این بچه‌ای که عرض کردم خدمتتون هم کلاس بودیم، دوره شپارد ما تمام شد، رفتیم برای لافلین. پایگاه لافلین در مرز مکزیک بود، در جنوب تگزاس، جنوب شرقی تگزاس، مرز مکزیک. یعنی ما روزای تعطیل شنبه که میشد دیگه ماشین رو برمی‌داشتیم تو اتوبان، فقط یه 25 سنتی میدادیم یارو اتوبانیه مینداختیم میرفتیم مکزیک و برمیگشتیم. توی منتها همزمان با ورود ما، صحبت نمیدونم شنیدی یا نه، که یه دانشجوی ایرانی در آمریکا تیر خورد، تیر زدن توی درست نخاش و این نخاش قطع شد. این دانشجو فلج با ویلچر برگشت ایران، با ویلچر برگشت ایران و الان شنیدم نونوایی داره در مشهد، نونوایی باز کرده برای خودش این دانشجوی خلبانی، به خاطر اون تیری که آمریکایی‌ها زدن توی کمرش. و ما هم که اونجا رسیدیم، آقا به ما گفتن اینجا جریان اینطوری، مرز مکزیک اونجا خطرناک، و به ما میگفتن اصلا نرین اونور. منتها میدونی که ما ملت وقتی یه جای محروم
تحریم میکنن بیشتر تحریک میشیم میریم سراغش. این ماجرا رو ما داشتیم اونجا. توی اون داستان در لافلین حالا یه اتفاقی برام افتاد، اینم برای تعریف کنم، حالا که دوست داری بخندی. یه روز اومدم یه ماشین بخریم، ما کلی زحمت چند ماه پس انداز گذاشتیم رو هم دیگه. من 1500 دلار جمع کرده بودم، 1500 دلاره 3 تا 100 دلاری روش بود، بقیه همه 10 دلاری تاش کرده بودم اینجوری زخیم کلوف گذاشتم جیبم بریم ماشین بخریم. اومدیم خلاصه من این ور اومد چند تا نمایشگاه گشتیم دنبال ماشین، موفق نشدیم، برگشتیم بیایم. یک رستورانی بود نزدیکای پایگاه، می رفتیم اونجا بیلیارد بازی میکردیم گاهن، ولی به ما گفته بودن اینجا به صلاح آف لیمیت، اونجا نرین، اونجا کسای خطرناک، افراد خطرناک میان اینجا. ولی باز ما چموش بودیم دیگه، می رفتیم اونجا. رفتیم یه روز با یک جوانی، الان از بچه های ترابری هستش، خسرو نیکوفر، همراه من رفتیم. وارد که شدیم بیلیارد که یادت رسمش اونجا اینطوری بود که هر کی میرفت نوبتش بخواد بشه یه دونه 25 سنتی میذاشت لبه میز بیلیارد. میز بیلیارد میذاشت، اون برنده هر کی اون یکی میبرد نفر بعدی 25 سنتی رو مینداخت، توپار در میورد میچی توی چیزو بیلیارد بازی میکردن. این موقعی که خسرو رفت دو تا گذاشت، یکی برای خودش یکی برای من، اول برای خودش گذاشت. یه دفعه ما دیدیم آقا در باز شد، از اون پشت در یکی پشت چیز نشسته بود، یکی از این ردنکای آمریکایی، این گردن کلوفتایی که تمام بدنش خال، لاتای گردن کلوفت، موتورای هالی دایویسن سوار می‌شدن، ده پونزده تایی را میافتادن تو تمام هر جا آمریکا میرفتن، همه وحشت میکردن از اینا. من دیدم یکی از اینا اون تا اومد جلو، نوبتش شده بود، حالا چی خسرو و مام رفت جلو با این بازی بکنه. من نگاه کردم این با نفر قبلی بازی کرد، وقتی میزد به این توپا آنچنان شرق صدا میکرد که من گفتم الان توپا منفجر میشه. بازیکن حرفه‌ای خطرناک، خیلی وحشتناک بازی کرد، صرف چند دقیقه یارو رو برد و حالا نفر بعد خسرو بود. خسرو رفت جلو، یارو برگشت بهش گفتش که we play for $5، $5 باید بازی کن. این برگشت گفت نه من قمار بازی نمی کنم، من مسلمانم قمار بازی نمی کنم. یه دفعه برگشت گفت فلان فلان به اون دینتون و اون پیغمبرتون و فلان، فوش داد به این آقا. ما باز اون رگه چیزه زد بیرون، اون رگ پرده بود. علی رزنجا دیگه قمه نداشتم که رفتم جلو، گفتم اینو باید یه رای دیگه این باباشو در بیام، اینا گدا گشتن فرمول ندارن. چوب بیلیارد برداشتی؟ نه رفتم جلو گفتم این بازی نمیکنه سر پول، تو قماربازی میخوای بازی کنی؟ گفت بله. گفتم با من بازی کن. گفت با تو؟ آره. گفت $5. دست کردم علی رضا، جره پوله رو در آوردم، دست پوله رو $1500 بود، تاش کردم گذاشتم رومیز، گفتم مادر فلان شده، من سر $5000 باید میزنم، این $5000، سر $5000 من باید بازی میکنم، یالا در بیار ببینم، در بیار $5000 بزن. آقا سود تمام ملت جمع شدن دور این میز، تمام اینا جمع شدن دور این میز که حالا کار من با این میکنه. اینم یه چشمش به این پوله گرد شده بود، یه دسته اسکناس رو میده، هیچ کس پول تو جیبش نمیذاشت، $100 هم نمیذاشتن جیبشون، حتی راننده ها از این ور میرفتن تاکسی اونور میرفتن بانک خالیش میکردن. یه دفعه دید یه من $5000 بگو الکی گفتم $5000، اونم باور کرد. $5000 من باید بازی میکنم، بذار رو میز بینم فلان فلان شده. فوشو کشیده منم بشو، یه خورده نگاه کرد گفت نه سر $10 این فلانو. گفتم نه. گفت تو مستی، گفتم من مستم. گفت آره.
گفتم من مشروب نمیخورم، من مسلمانم. گفت نه دروغ میگی، تو مستی. گفتم من مستم. گفت آره. یه دختره پشت چیز بود اونور میشناخ ما رو دیگه، ما رفتم میرفتیم اونجا. رفتم گفتم ببین یه دون از اون تکیلا هاتو بده. یه تکیلا مکزیکی بود، یه عرقی بود وحشتناک، این چیزایی که من شنیده بودم راجع به این، شنیده بودم از الکل بدتره. خلاصه بودم اونو بده ببینم. یارو یه بطری داد دست من، بغل میز بلیارد یادت میاد یه گچ هست که میمالن سر این توبای بلیارد، استکاش بله استکاش با بالو چیز کنه کم کنه بله. یه کاسه روحی اونجا بود، این گچه توی اون بود، گچه توی اون کاسه بود. گچه اینجوری کوبیدم زمین، از بطریه یه مقدار خالی کردم توش، به همه زدم ریختم بیرون، همه بطریه رو خالی کردم تو کاسه. برگشتم دوباره به دختره گفتم دبی، گفت گفتم یه دونه یه بسته از اون نون توستات بده با دو تا قاشق. گفت تیکت کردید تو تکیلا؟ تکیلا رو علی رضا این نون توست چارگوش دیدی که ریختم تو این، ریختم تو این کاسه و یه قاشق اونور یه قاشق اینور، چشمت روز بعد نبینه. خدای من شاهده یه قاشق برداشتم از این گذاشتم رو زبانم، به ولای علی وحشتناکترین چیزی که تو عمرم دیده بود، از هول جانم فوری قورتش دادم، فوری قورتش دادم که رو زبانم نمونه حالم به هم بخوره. این یه خورده نگاه کرد، من گفتم ببین مادر فلان شده، تو یه ردنک آمریکایی هستی، من یه ایرانیه. چه کلاه شابگان سرم بود، کابوی این بعد گفتم من یه ایرانی هستم. گفتم حالا سر اینو میخوریم تا تد و تایی، بعد سر $5,000 با تو میزنم. حالا یه قاشقم خوردم از این چشم، میگم که خدا شد. یه خورده نگاه کرد به من و نگاه کرد به این کاسه و به اون $5,000 رو چیز $5,000 گذاشتم جیبم. دیدم برگشت گفت شد، دیدم برگشت گفت شد you ain't no human. آردیم برگشت تو اصلا آدم نیستی، این چیه تو خوردی تو، این چیه تو خوردی. آقا فوش کشید استیکر پرد کرد و از در گذاشت رفت. آقا این جمع میگه هوراج کف زدن اونجا و آه این روی این فلانیه رو ردنکر کم کرد و رفت. منم خوشحال از این که انگار دیگه فتح چیز کرده بودم، اومدم یه دفعه دیدم دختره اومد گفت بدبخت شدی. گفتم چیه؟ گفت امشب این میکشتت. گفتم یه چی میکشدت؟ گفت این الان میره 10-15 تا موتور سوارن میان الان پولت دیده، این امشب کار تمومه. گفتم چی میگی؟ گفتم پس زودتر بریم خسرو. داشتم صبح نکنم حالا به فارسی میخواستم رو به صلاح فوری بروز ندم که اونا بفهمم، به فارسی گفتم خسرو یواش یواش جلو پلاسمونو جمع کنیم سواشون در. من اینه گفتم در واز شد و دو تا کلانتر اومدن تو، دو تا پلیس اومدن تو، با دختره صحبت کرد و صاف اومد سمت من و یه احترام گذاشت و گفت سر شما افسر ایرانی هستید؟ خلبان ایرانی. گفتم بله. گفت سریع سوار شید، ما اسکورتتو میکنیم تا پایگاه. گفتم کی به تو گفت؟ بعد دیدم دختره گفت من زنگ زدم، من زنگ زدم. گفت آره بیاد ببر. ما رو اسکورت کردن و خلاصه تا در پایگاه در رفتیم. سه روز بعد رفتیم اونجا دوباره، اصلی گفت فلانی 20 دقیقه بعد از رفتن شما اینا برگشتن 10-15 نفر. گفت در واکر گفت where the hell is that Iranian cowboy. اون ایرانی کابوی ایرانی کدوم جهنمی کجاست؟ گو همه گفتم گو he just left.
گفت خلاصه قدی فروخت فوش داد و محکم در کوبید به همون رفت. ما اونجا خلاصه اونجا قصر در رفتیم و اینم یک خاطره روکمکنی، یه روکمکنی آمریکایی بود به جای قمه کشید. جناب مازندران میگن کلا میمانی شیر.